دوستان عزیز درس این بار ما شیعه و اقتدارگرایی است در درس پیشین چگونگی به وجود آمدن فقه برای اداره حقوقی نظاممند امپراتوری اسلامی و چرایی فربه شدن اون رو که ناشی از احتیاج اجتماعی برای رهایی از خلع بیقانونی از یک سو و از دیگر سو احتیاج خلفا و شاهان برای کسب مشروعیت بود شرط دادیم اسلام در سرزمینی با ساختار اجتماعی ای پدیدار شد ولی با این وجود به یمن تصرفات سریع تمدنهای دیگر و گسترش اون به سرزمینهای پهناور تمدن اسلامی جلوه های رنگارنگ و گوناگون یافت و در حصار محدودیت های قبیله ای محصول نماند بررسی چنین تطوری به طور همه جانبه مورد بحث ما نیست ما به طور ویژه دگرگونی تفکر و ساختار مذهبی متناسب با چارچوب ساختار قبیله ای رو در سیرورت اون به بینش متناسب با جامعه نخبه گرای ایرانی پی میگیریم. قبیله ها از قدیمیترین و ابتداییترین و پایاترین ساختارهای زندگانی اجتماعی بشری هستند ساختار قبیله یک ساختار به شدت جمعی یعنی کلکتیو عضویت در قبیله در جرو داشتن خون اجداد و تبار مشترک نژادی است و سازمان اقتصادی قبیله کم و بیش بر اساس مساوات و سازمان سیاسی اون بر نوعی دموکراسی ابتدایی متکی است رئیس قبیله نوعا به وسیله افراد قبیله یا بزرگان و پیران و اونها انتخاب میشه و اعضای قبیله با بیعت با او رهبریش رو میپذیرن گفتیم که پیامبر با توافق رهبران قبایل عرب به حکومت رسید پس از فتح مکه در سال دهم هجرت قبیله قریش که دوپاره شده بود و گروهی در مخالفت با پیامبر و ای همراه و یار و یاور او شده بودند دوباره یک پارچه شد اما پس از مرگ پیامبر در جامعه اسلامی اون روز بر سر جانشینی او بین قبیله های مختلف قرش و دیگر قبائل اختلاف پیش اومد ولی این اختلاف سرانجام به نفع تثبیت خلافت در قبیله قرش خاتمه یافت اما نزاع دیگری در درون قبیله قرش و بین خاندانهای ریشهدار و قدیمی به وجود اومد بنی هاشم که خاندان پیامبر بودند خلافت را حق خودشون می دونستن. در سقیفه بنی ساعده سنت قبیله ای باعث شد که ابو بکر یکی از پیرترین صحابه پیامبر در مقابل علی ابن ابی طالب خیش، خیشاوند و داماد پیامبر که بسیار جوانتر از او بود انتخاب بشه شیعیان این انتخاب و با توجه به عدم دعوت از علی برای شرکت در سقیفه بنی ساعده و عدم پیروی از توصیه پیامبر در واقعه قدیر خم تبانی ابوبکر عمر برای تصاحب خلافت میدونم بر اساس سنت قبیله ای نشان تبعیت از خلیفه بیعت مسلمون ها با اونه علی ابن ابی طالب چهارمین خلیفه ای بود که با بیعت مردم به خلافت انتخاب شد تا آن زمان نزا نزاعی درونی در خاندان های قریش بود و باعث شده بود که دو خلیفه یعنی عمر و عثمان به قتل برسند در زمان خلافت علی ابن عبی طالب معاویه که حکومت شام یعنی پایتخت بیزانس پیشین رو داشت از بیعت با علی استنکاف کرد و جنگ بین اونها آغاز شد امیرالمؤمنین علی سومین خلیفه قربانی در اثر رقابت خاندان قرش بر سر حکومت نظام قبیلی نظام قبیلی بیعت در امپراتوری بزرگی که ایجاد شده بود عدم کارایی خودش رو نشون میداد از این دوره به بعد شیعیان یعنی وفاداران به خاندان پیامبر و علی به تدریج تشخص اجتماعی خودشون رو یافتند همونطور که میدانیم پس از چهار خلیفه نخستین نظام سیاسی رهبری در اسلام دودمانی شد و خلافت در خاندان بنی امیه موروسی شد همونطور که در پیش هم گفتیم با برافتادن بنی امیه به وسیله ابو مسلم خراسانی و بر کشیده شدن فرزندان عباس عموی پیامبر به رهبری ام به رهبری امپراتوری اسلامی روش مملکتداری ایرانیان و دودمان سالاری اونها اقتباس شد خلافت در سلسله عباسیان هم موروسی گردید در هر دو دوره بنی امیه و بنل العباس با وجود اینکه امامان شیعه ادعای علنی برای تصاحب قدرت نداشتند دائما تحت مراقبت و آزار و اذیت بوده و طبق روایات شیعه همه اونها به وسیله خلفای وقت کشته شدند. طبق عقیده شیعه آخرین امام یعنی امام دوازدهم نیز از نظرها قایبه و روزی برای رهبری جامعه اسلامی و اصلاح امور خودش رو علنی خواهد کرد در حقیقت شیعه با این کمالگرایی در امر ادامه حکومت الهی پس از پیامبر هم در دوران وجود امامان شیعه به علت فراهم نبودن وسایل مادی حکومت آنها. و هم در زمان غیبت امام دوازدهم به علت در دسترس دست نبودن امام معصوم بیعت با حکومت های نو وقت رو جایز نمیشود. و حکومت غیر معصوم رو هم حکومت دینی به شمار نمی آورد اونها نوع حکومت امامها ها رو حکومت باطن و حکومت و قلوب مؤمنین می و حکومت خلفا را مجازی و حکومت ظاهر می طبیعی است که در دوران انزوای کامل شیعه که تقریبا تمامی دوران پس از اسلام تا حمله مغل را در بر ابراز چنین عقایدی خطرناک بنابراین تقیه یا پنهانکاری عقیده از اصول کاربردی در مکتب مقاومت و اعتراض تشیع شد پس شیعه از یک سو با کمالگرایی و مطلق انگاری جانشینی خداوند در حکومت عملا حکم به اختتام حکومت دینی پس از امامان معصوم داد و حکومت امامان خود را نیز حکومت باطنی دانست و اعتقادات خود را مخفی نگاه داشت انزوای سیاسی و اجتماعی شیعیان اصناعشری چندین و چند قرن به طول انجامید البته همه شیعیان در اعتقاد به تقیه با شیعیان دوازده امامی همراه نبودن زیدیه یعنی شیعیان شش امامی و اسماعیلیه که به اسماعیل فرزند دیگر امام موسا کازم گرویده بودند برای کسب خلافت اونها قیام کردن در ایران آل بویه و آل زیار و علویان تبرستان و قرمتیان و پیروان فرقه اسماعیلیه از جمله سلسله های شیعی بودن در مصر هم خلفای فاطمی شیعه اسماعیلی بودند شیعیان اینجا و اونجا سلسله های قوی و پرقدرتی تأسیس کردند ولی با وجود این همیشه در مجموع جهان اسلام در اقلیت بودند اسماعیلیان معتقد بودند که امامت همواره ادامه داره و امام کسی از خاندان پیامبره که دعوت خودش رو علنی بود این بود که همیشه مبلغینی داشتند که به اونها دایی میگفتند اونها به سازماندهی مخفی و مبارزه بر اساس همه شیوه ها حتی ترور و ارعاب مخالفین و ایجاد روب در آنان دست میازیدن شاید بتوان گفت که اونها اولین گروه مبارزات زیرزمینی و مبتکر سازماندهی مبارزات مخفی در دنیا بود. معروف بود که رهبران اونها برای نمودن بهشت به پیروانشان به اونها هشیش میدن. مخالفین اونا در کنار نامهای مانند ملاهده یعنی کفار اونها رو هشاشین میخوند. کلمه ترور در های اروپایی لغت اساسینیشن هست که از کلمه اساسین که لاتین شده کلمه هشچاشینه گرفته شد واضحه که تقیه شیعه شیعه دوازده امامی و یا دعوت به امام مجاهده همراه با سازماندهی مخفی و ترور شیعیان به وسیله شیعیان هفت امامی چه اندازه میتواند محمل مناسبی برای پا گرفتن اقتدار سرکردگان و رهبران سیاسی در بین شیعیان بشه حسن سباه در قلعه مرتفع نظامی خودش در علموت غزوین نماینده بی همتایی از یک حکومت اقتدارگرای دینی با پیروانی فداکار و از جان گذشته است که در دوران ملکشاه سلجوقی نام او لرزه بر اندام حاکمان و وزیران وقت میافکند با این وجود همونطور که قبلا گفته شد در ایران پس از اسلام اکثریت همواره با اهل تسنن بود در دستگاه سیاسی اهل تسنن علماء دینی و قضات معمورین رسمی حکومت به شمار می اومدن حکومت ها مفتی و قاضی و امام جماعت شهرها و دهات رو تعیین می کردن و اونها با گماشتگان حکومتی مشترکن به انجام وظایف خودشون مشغول بود در مقابل این تشکیلات دینی دولتی صوفیان سازمان های دینی متکی بر مردم و مستقل از حکومت داشتند. خانقاه مرکز تجمع صوفیان بود علاوه بر اون به تدریج صوفیان با تشکل های مردمی که در اصناف و تجار و پیشوران در قالب جنبش های جوانمردی جنبش فتیان به راه انداخته بودند نزدیک شدند مراکز تجمع فتیان در محلات مختلف تکیه ها و گذرها بود در این مراکز تجمع صوفیان علاوه بر جوانمردان به اخوان و صفا و نهضت شعوبی هم نزدیک شدند اونها رو جذب کرد این مجموعه بر روی هم مقاومت ایرانیان را در مقابل اعراب سامان میداد. جنبش مردمی مقاومت در اتحاد با صوفیان نیروی قابل ملاحظه شده بود که هر حکومتی ناگزیر آن را به حساب می آورد و برای اون حساب باز می تا عواست دوران مغل در اکثر بلاد ایران این نوع سازماندهی مردمی در اختیار صوفیان فرق مختلف ایرانی بود البته از بیرون از مرزهای فرهنگی ایران هم دایان گوناگون که هر کدام به یکی از سران فرقهای مذهبی دعوت می به ایران می آمد. اونها از درون چنین تشکلهایی یار می و قیام و نهزت خودشون رو به کمک ایرانیان بر علیه خلفا شکل می دادن. ابو مسلم خراسانی به وسیله دایی محمد هنفیه برادر ناتنی امام حسین جذب شد و به تشویق او نهزت سیاه جامگان را به راه انداخت. دائیان زیدی توانستند در دیلم و تالش عمرای ناحیه را جذب کنند و سلسله های آل زیاد و آل بویه و علویان تبرستان را به وجود بیارند از دوله دیلمی از عمرای نامآور آل بویه بغداد و تصرف کرد و به نوعی خلیفه را دست نشانده حکومت خودش کرد ابتدائیان اسماعیلی هم که از جانب خلفای فاطمی مصر روانه ایران شدند اشخاص ناماوری مانند ناصر خسرو و حکیم نظاری قهستانی و حسن سباه رو به خودشون جذب کردند در دوره سلجوقیان حسن سباه حکومت اسماعیلیه رو در علموت قزوین تأسیس کرد این حکومت تا حجوم مغول در بخش از ایران پابرجا بود حمله مغول به ایران ویرانی های بسیاری به بار بود و باعث از هم گسیختگی شیرازه اجتماعی ایران شد ولی با این وجود تسامح و عدم تبعیض مذهبی اونها شیعه را از انزوا رهانید و فرصتی شد تا شیعه در شهرهای مختلف ایرون بتونه علنا عقاید خودش رو بدون ترس و واهمه تبلیغ کنه شیعه دوازده امامی از یک سو از فشار حکومتی و اجتماعی فوقلاده خلاصی پیدا کرد و از طرف دیگر هم رقیب مذهبیش یعنی شیعیان اسماعیلی انسجام و امکانات خودشون رو از دست دادند شیعه دوازده امامی که پراکنده و مخفی بود برای اولین بار توانست به طور علنی از اندام کن معروفه که علامه هلی از علمای شیعه وقت توانست الجایتو ایلخان مغل رو شیعه کنه و اون نام سلطان محمد خدابنده رو بر خودش برگزید این ایلخان مغل اولین سلطان شیعه دوازده امامی در دوران پس از اسلام تساهل مذهبی در دوره تیموریان هم باعث شد تا فرقه های شیعی مذهب تصوف مانند فرقه دراویش نعمت اللهی و دراویش نوربخشی در خراسان به طور علنی وجود خودشون رو اعلام کنند در اواخر دوره تیموری ایران به یک ملوک و توافی تبدیل شده بود در آذربایجان و جیلان و آناتولی سلسله های ترکان قز و یا ترکمن های آقویونلو و قرقویونلو یعنی دارندگان گوسفند سیاه گوسفند سفید و گوسفند سیاه حکومت می و شیعیان در حکومت اونها آزادی عمل بیشتری داشتند. خاندان صفوی در دوره ایلخانیان مغول در اردبیل، آذربایجان، دیلمان و آناتولی مریدان بسیاری داشتند. حداقل از زمان شیخ جونیت جد شاه اسماعیل صفوی او علنا به ترویج تصوف شیعی می پرداخت شاه اسماعیل صفوی در سن دوازده سالگی به کمک اردوی قزلباش که متشکل از مریدان طریقت صفوی بود و از ایلات مختلف تشکیل شده بودند به حکومت رسید پدر او شیخ حیدر قطب سلسله صفویه و شیعه بود و مادر او مرتا با نام اسلامی حلیم خاتون مسیحی بود او مذهب رسمی ایران را شیعه اثناعشری اعلام کرد و به زور شمشیر و کشت و کشتار اکثریت مردم سنی مذهب را به دین شیعه برگردوند با ظهور صفویه یک امپراتوری قدرتمند در ایران ملوک و به وجود اومد که برای اولین بار پس از اسلام استقلال خودش رو از جهان اهل تسنن اعلام کرد نام شاه اسماعیل مرشد کامل بود پیروانش در ارتش قزلباش او را مانند خدای مجسمی می پرستید. اگر بخواهیم پس از دوران ابتدایی اسلام یک نمونه از رهبری کاریزماتیک رو اسم ببریم بدون شک باید شاه اسماعیل صفوی رو مظهر کاریزما و اقتدار در بین پیروان و اکثریت مردمی که به زور شمشیر شیعه شده بودند دانست حکومت به شدت متمرکز و اقتدارگرا و ایدئولوژیک صفوی در ابتدای تشکیل خودش با جنگ قدرت در توائف ارتش قزلباش مواجه شد ارتش قزلباش یک ارتش ایدئولوژیک از مجاهدان شیعه صوفی و متشکل از توایف مختلف بود به تدریج دامنه این جنگ قدرت به جایی رسید که شاهان صفوی ارتش قزلباش ها رو تصمیم گرفتند به تدریج تضعیف کنند و به جای اون ایلات شاه سون یعنی طرفداران دوستار شاه رو جایگزین اون بکنند دیگر امپراتوری وسیعی که قزلباش ها با شور صوفیانه و جامفشانی در راه مرشد کامل ساخته بودند به این ترتیب امکان تداوم نداشت اونها مجبور شدند از جبلامل و بلبک لبنان و بحرین و عراق فقهای شیعه رو مانند محقق کرکی و خضر جبلاملی و شیخ بهایی به ایران بیارند این فقیهان توانستند به تدریج زمام امور دینی را از کف مرشدان صوفی شیعه بگیرند و به شاگردان خودشون بسپارند اما اونها به دلیلی که بر ما آشکار نیست با وجود روی خوشی که سلاطین صفوی به اونها نشان میدادند در دستگاه حکومتی شرکت نکردند و استقلال نهاد روحانیت رو از دستگاه حکومت حفظ کردند برای تأمین این استقلال اونها به منابع مالی مستقل احتیاج داشتند هرچند چاه اسماعیل هفتاد هزار دینار که در اون موقع پول بسیار جذافی بود برای امور مذهبی در اختیار محقق کرکی قرار داده بود و دست او رو برای خرج اون در امور مذهبی باز گذاشته بود اما با این وجود شاید بر حسب تجربه تاریخی و یا سنتی که علمای شیعه در لبنان و بحرین و عراق داشتند اونها جانب احتیاط رو حفظ کردند و از نزدیکی و ادغام بیش از حد در حکومت خودداری کردند به هر صورت میدان جدیدی که علمای دینی در دوره صفویه یافتند با توجه به اقبال شاهان صفوی به اونها قدرت دینی و فقهی و کلامی غیر قابل قیاس اونها نسبت به صوفیان پرشور که در این زمینه ها تمرینی نداشتند و استقلال بنیه مالی اونها باعث شد که به زودی طبقه روحانیت پر قدرتی در دوران صفویه شک شکل بگیره که این طبقه تا قبل از آن در جهان اسلام سابقه نداشت حال دوباره ایران به دوران دوم ساسانیان برمیگشت و روحانیت پایه دوم قدرت دولتی و دولتی در دولت شده بود همونطور که خواهیم دید روحانیون شیعه این موقعیت رو نه تنها هرگز از دست ندادند بلکه توانستند روز به روز بر قدرت خود بیفزایند و نفوذ خودشون را در جامعه عمیقتر کنند زیرا تشکیلات روحانیت در دوره تأسیس خود یعنی در زمان صفویه با استقلال از حکومت توانست که به گروه های مردم نهاد جامعه نزدیک بشه گفتیم که این شبکه ها عمدتا متشکل از تشکیلات اصناف پیشوران و کشاورزان و روستاییان بود این تشکیلات در خانقاه ها و تکیه ها تحت رهبری فرق صوفی قرار داشتند. ولی با وجود آمدن سلسله های تصوف شیعی قبل از تشکیل سلسله صفوی برخی از این تشکل ها تحت رهبری صوفیان شیعه قرار گرفت. همراه با ظهور سلسله صفویه سلسله های تصوف سنی مذهب از ایران خارج شدند ولی تشکل های اونها و همچنین بنیادهای تحت رهبری تصوف شیعی هم به تدریج در اختیار طبقه روحانی جدید و تأسیس قرار گرفت. این سرمایه گسترده اجتماعی از پیش آماده باعث شد تا روحانیت شیعه در ایران علاوه بر دایر نمودن حوزه های علمیه و مدارس دینی برای تربیت طلاب از چبکه های گسترده و از پیش آماده ولی غیر متمرکز و پراکنده ای که هر کدام در بخشی از مملکت بودند و در اختیار فرقه های گوناگون بود برخوردار بشه روحانیت توانست با یک پارچه کردن اونها شبکه بسیار گسترده ای رو که در همه مملکت پراکنده بودند و در همه جا وجود داشتند در اختیار بگیره اکنون در شرایط جدید خانقاه جای خود را به مساجد و حسینی ها داده بودند چنین پدیده جدیدی یعنی در اختیار داشتن شبکه گسترده اجتماعی و استفاده از آشورای حسینی برای نزدیکی عاطفی با مخاطبین چیزی بود که حتی روحانیت اوستایی و زردشتی دوره دوم ساسانی نیز در اختیار نداشت طبقه منظم و دارای چیدمان و سلسله مراتب هم چیزی بود که از روحانیون زردشتی به ارث روحانیت شیعه رسیده بود سرمایه که صوفیان سنی و روحانیون اهل تسنن نتوانسته بودند به اون دست بیابد تنها سهمیه ای که شاید روحانیت شیعه از دموکراسی ابتدایی ای و قبیله‌ای اسلام نخستین برد پراکندگی قدرت در سازمان روحانیت و نظام آزاد آموزشی و وجود مرجعیت متعدد در اون بود این خصوصیت از انسجام و قدرت مذهبی در رهبر واحد جلوگیری میکرد همچنین تفسیر از مذهب را متنوع میکرد و به اون انعطاف بیشتری میداد اجتهاد آزاد از مشخصات مذهبی تشیع و در مقابل تصنم بود قدرت مذهبی در این نوع تشکیلات در جامعه مؤمنین هم بیشتر ناشی از رابطه داوطلبانه و دوسویه بود که بین مؤمنین و مشتهدان وجود داشت در بخش بعدی خواهیم دید که چگونه اتحاد شاخه های از فقها ها و عرفا همراه با ارفانی شدن شاخه ای از فقه از عوامل افسوده شدن اقتدار روحانیت و ظهور ولایت فقیه ولایتی که تقلیدی کامل از ولا... مدل ولایت اقتاب صوفیه است راه رو برای رسیدن روحانیت در... به قدرت در ایران هموار کرد بسیار از توجهتون به این درس ممنونم و امیدوارم که در جلسه بعد شما را ببینیم